به یک بارگی ساز جنگ. ز هر دو سپه بانگ مردان بخواست، تو گفتی بیامد شدن گاه راست. جوی خون جاری از هفت بند زمین و هفتاد شکاف آسمان، خدنگ ها و زوبین ها، شمشیر ها و نیزه ها، تیر ها و کمان ها، پی در پی از هر دو سپاه به سوی یکدیگر. نفوس مسلمین در وسط میدان دارن کشته میشن به واسطه فتنه معاویه ابن ابی سفیان. امیر المومنین علی علیه السلام وقتی چون این صحنه ای رو نگاه میکنه، چو سالار دین کار زان گونه دید، یکی سوی فرمان برش بنگرید. فرمان برش کیه؟ قنبر. قنبر غلام علی، آزاد مردی که قید امامت امامشو پذیرفته بود. میگه ای قنبر برو اسلحه منو بیار، وقت است که دست به ذوالفقار ببرم و این فتنه را خاموش کنم. چو قنبر سلیح، یعنی سلاح، چو قنبر سلیح علی برد پیش، چو قنبر سلیح علی برد پیش، سر عیب بکشاد با دست خیش. عیب یعنی صندوق، یعنی ظرفی که یا صندوقی که اسلحه ها رو توش میذاشتن. حالا امیرالمومنین حیدر کرار، خجبر ساقب، اسدالله قالب، مستدنشین فخر اولیا و اوسیا میخواد خودش به میدان بره. ببینید به چه کیفیت لباس میشه. حالا دیگه باید کار جنگ تمام بشه. کنون می نباید که از این بیشتر، رو میکنه به سپاهیان معاویه چنین میگه، کنون می نباید که از این بیشتر به کشتن سپارید بیهوده سر. بگویید یک ره به سالار خیش، که آمد علی 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 ساخته کار خیش. ببینید تا کار ما چون بود، چه مقهور گردد، چه میمون بود، چرا برکشد دست چرخ بلند، چرا مرگ جانی رساند ببند. زما هر دو چون شد یکی کاسته، شود کار دیگر کسا راسته. معاویه اگر وجود داری، اگر مردی، اگر توان مبارز داری، بیا من و تو با هم دیگه رزم تن به تن کنی. زما هر دو چون شده که کاسته، شود کار دیگر کسا راسته. حالا آیا معاویه میخواد به میدان بیاد؟ اصلا میتونه به میدان بیاد؟ ادامه داستان از آغاز رزم‌آوری علی ابن ابی طالب و دعوتش از معاویه برای جنگ تن به تن در وسط میدان از منظومه علی نامه یا علی تا بعد.